به نام خداوند آفریدگار لنفوسیت ها که شبانه روز نگهبان یاخته های ما هستم. حامد با تقوا هستم، دانشجوی پزشکی، مدرس زیست شناسی، در خدمتتونم با تحلیل آزمون 10 مرداد قلمچی. بچه ها سر آزمون و تست یه سری مباحث رو من قبل از اینکه شروع کنم تحلیل رو بهتون بگم. این که ما کاری که میخوایم بکنیم تک تک تست ها بحثمون نیست که فقط یه پاسخ تشریحی بخوام براش ارائه بدیم، میخوام این که چجوری شما تست ها رو دونه دونه بزنی، تکنیک رو بهت بگیم و سرعتت رو موقع تست دادن بیشتر کن. بچه همین که آزمون 10 مرداد رو دیدین، قسمت 10، 11 و 12 رو کنار هم داشت، ما با اولین سال، سال 71 شروع میکنیم. سال چیه؟ سالیتی که قسمت پتانسیل عمل رو اومده برای در نظر گرفت. اول سال رو بخونم. با توجه به منحنی پتانسیل عمل مقابل در یک نقطه از نورون میتوان گفت در بخش مشخص شده با شماره فلان چند تا گزینه. 4 تا بهت هم چی داده؟ شماره داده. من از گزینه 1 شروع میکنم. گفته شماره 1. شماره 1 رو من نگاه میکنم، شماره 1 چیه بچه ها؟ شماره 1 پتانسیل آرامش. خب تو پتانسیل آرامش رو من میدونم، اینم که بقیهش هم پتانسیل عمله. همه کلمه همه پروتئین های غشایی اونها رو در جهت شیب غلظت جابجا میکنن. آقا پروتئین های غشایی من اینجا چیه؟ پروتئین های غشایی بچه ها تو یک نورون، یکی کانال های نشتیه که کانال های نشتی همیشه بازن و دارن تبادل یون رو انجام میدن. دیگه چی داریم؟ کانال دریچه دار داریم و پمپ سدیم پتاسیم. من همه اینا رو دارم. خب حالا به تو چی گفته؟ گفته همه پروتئین های غشایی. مطمئنن بچه ها یک نورون یا یاخته دیگه یه سری پروتئین های غشایی دیگه هم داره ولی ما بهش کاری نداریم. همه پروتئین های غشایی یون ها را در جهت شیب غلظت، یعنی بدون مصرف انرژی، این داره انجام میده، این داره انجام میده، اما این که داره مصرف انرژی انجام میده دیگه، داره مصرف انرژی رو داره و این خلاف جهت. گفته در جهت، پس این گزاره خط میخوره. 2، تعداد بارهای مثبت درون یاخته تو شماره 2، تعداد بارهای مثبت درون یاخته و اختلاف پتانسیل دو سوی غشا در حال کاهشه. بچه 2 تا چیز رو میخواد تو این گزینه، 2 تا مورد رو میخواد. اولا اینکه در سمت بالا رو، در سمت بالا رو چی داره اضافه میشه به تو؟ کانال های دریچه دار سدیمی داره باز میشه. کانال های دریچه دار سدیمی وقتی که باز بشه، کانال های دریچه دار سدیمی باز بشه، سدیم ها دارن هجوم میارن به داخل، یعنی تعداد بارهای مثبت درون یاخته در حال کاهش، نه خیر، افزایش. پس این قسمتش که غلط. اما قسمت دوم، اختلاف پتانسیل دو سوی غشا در حال کاهشه. نگاه کن، از منفی 70 داره میره به کجا؟ میره به سمت 0. پس اختلاف پتانسیل داره کم میشه و در ادامه چیه؟ زیاد میشه. شماره 2 هم زیر 0 نگاه کن. پس قسمت دومش درست بوده، اما چون قسمت اول غلطه، این گزارم گزاره درستی نیست، نمیزنمش. میرم سراغ گزینه 3. گفته در منحنی 3 نوک قله که کانال های دریچه دار دارن بستن موقع، همه کانال های دریچه دار سدیم پتاسیم بستن، بله، و اونها فقط توسط پمپ سدیم پتاسیم جابجا میشن. بچه کانال های نشتی همیشه مگه باز نبودن؟ اینو که در نظر نگرفته، پس اینم گزاره غلطیه. جواب گزینه 4. بچه کلمات رو که استفاده کردم دیدین؟ همه، کاهش، فقط، یعنی یک سری کلمات خاص رو که میتونه به جواب تو جهت بده. 4 رو ببینم. گفته کانال های یونی واجد دریچه‌ای، دریچه دارا رو داره میگه، در سمت داخلی غشای یاخته با فعالیت خود یون ها رو جابجا میکنن. تو کجا؟ قسمت 4. کانال های دریچه دار پتاسیم بازه. بچه‌ها یه چیز رو یاد بدم، سدیم کجا زیاده؟ بیرون. پس کانال های دریچه سدیمی به بیرون باز میشن. پتاسیم کجا زیاده؟ داخل. پس کانال های پتاسیمی به کجا دارن باز میشن؟ به داخل. گفته در سمت داخلی، بله، گزینه درستی. خب این که جواب ما شد، اما راجع به این گزینه، راجع به این من پس میخوام راجعش باهات صحبت کنم. خب اینا کو بچا چه اتفاقایی داره این موقع میفته؟ در موقعی که تو پتانسیل آرامش داری، تو پتانسیل آرامش یک سری اتفاقا میفته. اولا که بچا یک حالت آرامش دارین، یک پتانسیل آرامش، این دوتا با هم فرق میکنن. حالت آرامش و پتانسیل آرامش چه فرقی با هم داره؟
نگاه کن، توی پتانسیل آرامش ما منفی 70 میلی ولت رو داریم، اما تو حالت آرامش یعنی ما هم منفی 70 میلی ولت رو داریم و همین که یونا سر جاشونن. یعنی چی؟ یعنی پمپ ستون پتاسیم کار خودش رو درست انجام داده. بچه چه علتی داره که اصلا حالت آرامش ما یا پتانسیل آرامش ما منفی 70ه؟ دو تا علت کتاب درسی براش باز کرده. این دو تا علت چیه؟ برای کارنامه بعدی دارم بهت میگم، برای کنکور دارم بهت میگم. اون دوتا علت، یکی اینه که خود وجود پمپ و کانال‌های نشتی. بچه یه چیزی راجع به نورون یاد باشه، نورون‌ها همیشه سدیم بیرون یاخت‌ها، نه نورون‌ها بقیه هم همینجوری، سدیم یک کاتیون برون سلولیه، پتاسیم یک کاتیون داخل سلولیه. این آزمایش خونم بدیم می‌بینیم مثلا سدیم خون 135 تا 145 میلی گرم بر دسیلیتر، اما پتاسیم 5.5 تا 8.5. این چرا؟ چون پتاسیم نه اینکه پتاسیم کم تو بدنه، نه، پتاسیم داخل یاخته ها. خب نتیجه میگیری چرا؟ چون کانال های نشتی است. ما کانال های نشتی که داریم پتاسیمیامون از سدیمیا چیه؟ بیشتره. این باعث میشه به جای اینکه بیشتر سدیم بیاد تو، پتاسیم میره بیرون. پتاسیم ها برن بیرون، تو فرض کن مثلا 100 تا سدیم میاد تو اما 150 تا پتاسیم میره بیرون، پس انگار 50 تا داخل یاخته به بیرون یاخته چیه؟ منفیه. پس الان داخل یاخته نسبت به بیرون یاخته 50 تا منفیه. این یک دلیلش. دلیل دیگه چیه؟ پمپه. پمپ بچه تو شکل برات کشیدم، داره 3 تا سدیم رو میفرسته بیرون و 2 تا پتاسیم. یعنی تو در نظر بگیر انگار 60 تا سدیم رو داره میفرسته بیرون و به جاش 40 تا پتاسیم میاره بیرون. پس یعنی اینجا 20 تا بار مثبت داخل رو داره میفرسته بیرون. 20 تا به خاطر این میشه 70 تا. یه مثال برات زدم، برات ساده کردم، علمیش نیست. بچه ها یه چیزی رو که میخونیم میگیم کانال ها و پروتئین های قشای اختصاصی عمل میکنن، بله، ولی یه کسی مثل پمپ سدیم پتاسیم داره دو نوع ماده رو جابجا میکنه. اینو یاد باشه برای تست های بعدی. نگاه کن، هم سدیم رو داره جابجا میکنه هم پتاسیم رو داره جابجا میکنه. یه چیز دیگه، دفعه قبلم بهت گفتم چون سدیم بیرون بیشتره، کانال دریچه دار سدیمی هم به بیرون باز میشه. پتاسیم ها داخل بیشتره، پس کانال دریچه دار پتاسیمی هم به داخل داره باز میشه. چند تا نکته دیگه راجع به پمپ سدیم پتاسیم و پتانسیل عمل بهت بگم. کانال های دریچه دار سدیم پتاسیمی فقط تو یاخته عصبی در حد کتاب درسی قرار دارن و همیشه یون ها رو در جهت، این بچه فایل جزوه است، دقیقاً گزینه کانونت هم بود. این اگه میدونستی از قبل راحت گزینه یک رو رد میکردی. همیشه اونها رو در جهت. خلاف جهت ما بچه فقط کیه؟ فقط پمپه. پس گزارا ما در جهت داشتیم، در جهتی که داریم یکی کانالهای درشه داره سدیم پتاسیمیه و کانالهای نشتی، در خلاف جهت فقط پمپ رو داریم. دو، در نوک قله منحنی هر دو کانال همیشه چی هن؟ کانالهای درشه دار چی هن؟ بستن، ولی حواست به نشتی هم باشه، به نشتی ها باشه. سه، دیگه چه نکته میتونم بگم؟ هنگامی که اختلاف پتانسیل بین دو قشا در حال کاهشه، حتما کانال دریچه دار باز. بچه یه دونه من برات بکشم. میگیم از منفی 70 داره میره تا مثبت 30، وسطش صفر داره. اینجا بچه ها، اینجا اختلاف پتانسیل در حال کاهشه، اینجا در حال افزایشه و این تیکه از مثبت 30 تا 0، اینجا اختلاف پتانسیل در حال کاهش و این تیکه هم در حال افزایشه. خب بچه ها نگاه کن، چه توی این قسمت اینجا کانالهای درشه سدیمی بازن، توی این قسمت هم کانالهای درشه داره پتاسیمی. پس وقتی که در حال افزایش کانالهای درشه دار چیان؟ بازن. موقعی هم که در حال کاهش این دو تیکه کانالهای درشه دار بازن. فقط این که اگر توی یک گزاری ازت پرسید موقعی که در حال کاهشه فقط سدیمی بازه، نه، موقعی در حال کاهشه میتونه پتاسیمی هم باز باشه. دیگه چی؟ دو حالت بچه، کلا کانال درشه دار بستن، یا نوک قله باشه یعنی مثبت 30 یا منفی 70 باشه تو حالت آرامش. دیگه چی میتونی به من بگی؟ بچه ها کانال های درشه دار که بهت گفتم، کانال نشتی هم مثل اوناست. کانال های نشتی مثل کانال های درشه دار یونا رو یک طرفه و در جهتش خلاف دیدی پمپ. هنگامی که اختلاف پتانسیل وجود نداره یا صفره، اینجا این دو جا حتما کانال دریچه دار باز.
هنگامی که پمپ فعالتر میشه، کجاست این تیکه؟ موقعی که پمپ داره فعالتر میشه، مقدار اختلاف اون سدیم پتاسیم نسبت به حالت آرامش بیشترین اختلاف خودشونو دارن. و دو تا موضوع دیگه، یه چیز دیگر هم بهت بگم، اینا برای تستای بعدی، آزمونای بعدی، تو دو حالت نفوذ پذیری پتاسیم ما از سدیم بیشتر. که یکی وقتی که در حالت آرامش، خیلی تست قشنگی میشه. چرا؟ چون نشتیه، چون نشتیه پتاسیمی از سدیمیا چیه؟ بیشتره. پس موقعی که در حالت آرامش نفوذ پذیر پتاسیم از سدیم بیشتره. و یه حالت دیگه، وقتی نمودار نزولیه. اینجا چرا؟ به خاطر اینکه کانال دریچه داره پتاسیمی چیه؟ باز. گرفتی؟ دیگه چی میگی به من؟ میگم آقا بعد پتانسیل عمل تموم شد، بعد پتانسیل عمل پمپ سدیم پتاسیم داره اختلاف رو به حالت اول برمیگردونه، نه اینکه حفظ میکنه. خیلی مهمه، حفظ حالت آرامش رو نداره، اینجا داره به حالت اول برمیگردونه. چون خیلی الان اختلاف غلظت داریم دیگه. دیگه چی؟ تو حالت پتانسیل عمل مقدار کل یونهای داخل خارج بچه ها تغییر نمی کنه، اصلا بار منفی فلا این هم نداری، کلن هم مقدار کل یونها تغییر نمی کنه. تو تمام مراحل پتانسیل عمل و پتانسیل آرامش، انتقال فعال پتاسیم و سدیم رو به صورت فعال و تسهیل شده دیده میشه. تو پتانسیل عمل تو پمپ داره فعالیت میکنه و یه تیکش کانال دریچه سدیمی داره ابتداش فعالیت میکنه و در ادامه کانال دریچه داره پتاسیمی. پس در تمام مراحل پتانسیل عمل و پتانسیل آرامش انگار پمپ سدیم پتاسیم داره کار میکنه و تسهیل شده رو کی داری؟ موقع پتانسیل عمل داری و حالت آرامش. چرا؟ تو پتانسیل عمل دریچه دارا، تو حالت آرامش نشتیا. گرفتی؟ این شد سال 71 و سال اولت و نکاتی که تو آزمون‌های بعدی خواهد من. میرم سراغ تست بعدی. به به، نگاه کن چی بهت گفته. گفته بخشی از ساقه مغز، بخشی از ساقه مغز که در بل دارای نقش. بچه‌ها ساقه مغز رو بررسی کنم، دو تاش ساقه مغزه. ساقه مغز چی داره؟ یه مغز میانی. پل که بچه ها باید وسط باشه، بسر و نخام که پایینه که به نخا ربط داشته باشه دیگه. نکن یاد بگیر، بسر و نخام مطمئنم پایین تره چون به نخا وصله. پل ارتباطیه بالاتر از این هست و بعد هم مغز میانی. حالا بخشی از ساقه مغز که در بل نقش داره، کدوم اینا در بل نقش داره؟ کلن این تیکه میشه چی؟ کل این تیکه میشه بسر و نخا. قطعاً اینم قشنگه چون مطمئناً یکی از گزینه‌های ما رو حذف می‌کنه. چرا بهت میگم؟ قطعاً در گوسفند در مجاورت بطن چهارم مغزی قرار داره. بچه‌ها بصل و نخاع رو دارم بهت میگم کجاها وجود داره و بطن چهار میخواد کجا وجود داشته باشه. بچه‌ها بطن چهارم رو داریم می‌بینیم. بطن چهارم اگر بهتون گفتن کجاست، من خیلی راحت بهت میگم. نگاه کن این بطن چهارمه. بطن چهارم اینجا داری میبینی تو این شکل، این بطن چهارم، اینم بصر و نخا، پس مجاورت همدیگه قرار دارن قطعا. اینجا هم که این تیکم بصر و نخا. خب حالا چیزی که مهمه تو این قسمت این که این گزینه درستی به نظر میرسه و اگر من سر جلسه بودم اینو میزدم. اما میگه آقا مغز و گوسفند من چیکار کنم چیکار نکنم؟ میگم خیلی خوب، باز نگشت گزینه، بقیه گزینه ها بریم چک کنیم. این گزینه از گزینه از نظر من درست. دو، ساقه مغز که دارای برجستگی های چارگانه است. بچه ها اینجا برجستگی های چارگانه رو داری میبینی. برجستگی های چارگانه کجا وجود دارن؟ تو ساقه مغزن دیگه. خب تو ساقه مغزن. گفته به اجسام مخطط چسبیده است. بچه ها اجسام مخطط رو نگاه کن. اینجا اجسام مخطط. اجسام مخطط رو ما میگیم کجا وجود دارن؟ اجسام مخطط داخل بطن است. خب اما اجسام مخطط داخل بطن یک و دو قرار میگیرن که داره برجستگی چارگان است. گفته به اجسام مخطط چسبیده است و چرا ربطی به هم نداره.
اما گزینه سه گفته بخشی از مغز که داره مرکز تشنگی و گرسنگی، همه میدونین دیگه، هیپوتالاموس. هیپوتالاموس قطعاً در گوسفند بلافاصله در زیر رابط، بچه‌ها هیپوتالاموس زیر چی؟ زیر تالاموس. اگر یاد باشه اینجوری بود که ما جسم پینه ای رو داریم، خب برش میدی، میرسی به رابط برش میدی، میرسی به تالاموس مطمئناً یه برش دیگه بدی به هیپوتالاموس میرسی. خب هیپوتالاموس که دیگه زیر رابط قرار نداره بلافاصله، پس اینم که غلط. 4. بخشی از مغز که در پردازش اولیه اغلبم آورده، اغلب اطلاعات حسی کیه؟ باریکلا اون تابلوه، تالاموس، به برجستگی های چارگانه متصله. اینو شاید اون لحظه خوب نتونی درک کنی، ولی برجستگی های چارگانه رو داری اینجا میبینی. تالاموس ها یک جای دیگه قرار دارن و تقریبا فاصله رو با هم دارن، پس این گزینه درستی نیست، چون گفته قطعاً. پس گزینه درست من همون گزینه چند بود؟ 1 بود. اما سوال 73 خیلی خوبه، گفته از زمان دریافت صدا، صدایی که داره میاد، تا پردازش آن در مغز، اولین یاخته هایی که نفوذ پذیر قشای آنها به آنها تغییر میکند. حالا چند تا گزینه چی خواسته ازت؟ من چند تا شکل قشنگ برات آوردم. اول اینکه یه مروری بکنیم با هم دیگه، گفتیم یه جمع‌آوری صوتی داری توسط لاله گوش که پوست بود میومد، انتقال صوت توسط مجرای گوش رو داری، برخورد صوت به پرده سماخ و ایجاد ارتعاش توسط پرده سماخ رو داری، بعد ارتعاش استخوان چکشی و سندانی و رکابی رو داری، بعد ارتعاش درچه بیزی به مایع درون حلزونی، تحریک یاخته های مژگدار شنوایی و تولید پیام عصبی شنوایی. یعنی دیگه اون کانال درشدارشون دارن اوکی میشن، پیام رو ایجاد میکنن، بعد انتقال پیام عصبی شنوایی از طریق عصب شنوایی دهلیزی و بعدش هم که دیگه تقویت پیام شنوایی در تالاموس، ارسالش به قشر ایجگاهی و انگار درکش. اما گزینه ها اینجا که منظور ما قسمت حلزونی بوده. اوکی، گزینه 1 فراوان ترین یاخته های بخش حلزون گوش داخلی هست. نگاهشون کن، 1 2 3 4 فراوان ترین هست؟ نه، درون ماده ژلاتینی قرار گرفتن. بچه فقط این کوچولوها ارتباط دارن، این یاخت های مژک دارن، این مژک هاشون تازه کل مژک هم نه، یه تیک هایشون دارن ارتباط دارن، پس درون ماده ژلاتینی قرار نگرفتن. 3 رو نگاه کن، گفته به کمک زوائد دنگریتی غیر هم اندازه. بچه یه چیز در نظر بگیر، این یاخته های مژک دارن نه یاخت عصبی، تنها یاخته عصبی تغییر یافته رو ما اینجا چی در نظر میگیریم؟ بینی در نظر میگیریم، ما نورون تمایز یافته. خب پس اینکه دندریت راجبش درست نیست، زواد دندریتی رو ما تو دندریت ها و یاخته عصبی میتونیم در نظر بگیریم یا یاخته دارینه ای دیگه توی ایمنی، پس این هم گزینه درستی نیست. اما 4 یاخته های مژگدار هستن، بله، که با نورون های حسی در ارتباطن، که با این نورون های حسی چی هن؟ در تماسن. نکته جزور از قبل برات آورده بودم، اما بچه ها مژک های گیرنده شنوایی کاملا توسط پوشش ژلاتینی آته نمیشن، تو جزوه حواس آوردم. گیرنده مژکدار شنوایی بین یاخته های بدون مژک که همون پوششیان، بچه ها حواستون باشه که بیشترین یاخته مجاری نیم دایره هم با ژلاتین در تماس نیست. اوکی؟ چه نیم دایره رو بخواد بگه چه اینو بخواد بگه. بریم جلوتر. آها، این هم سوال قشنگیه. بچه چند موردی ها رو خیلی باید حواستون باشه دقیق، اگر نمیدونی اینا رو رد شو و سر آزمون اینها رو رد میکنی، آخر تایم برمیگردی سراغ اینها و با قطعیت هم باید بری. توی فردی به تازگی وارد محیطی با نور زیاد شد، ما تو نور زیاد چه اتفاقی میفته؟ باید یک سری ریفلاکس داشته باشی دیگه، باید یک سری واکنش نشون بدی. مثلا اگر دقت کرده باشی ترومای پیش میاد، فرد میبرن اورژانس، چیکار میکنن؟ با چراغ قوه رو مردمکش نور میندازن، میبینن آقا مردمکش تنگشاد، میشه یا نه؟ حالا تو نور زیاد رو که بخوای وارد کنی، نور زیاد چیکار میکنه؟ نور زیاد بچه ها باید مردمک تنگ بشه. این چه اتفاقی میفته که مردمک تنگ میشه؟ نگاه کن شکل برات آوردم،
اینجا شما دو نوع ماهیچه داری. خب تو قسمت عنبیت ماهیچه ها ماهیچه های صافن، پس توسط اعصاب خود مختار دارن کنترل میشن، یه ماهیچه شعاعی و ماهیچه حلقوی. ماهیچه های حلقوی، ماهیچه های حلقوی توسط اعصاب پاراسمپاتیکن، باعث چی میشن؟ تنگ کردن، دارن فشارش میدن دیگه، تنگش میکنن مردمک. اما شعاعی ها که وقتی منقبض بشن مردمک رو میکشن، باعث گشاد شدن میشن. شعاعی هم که سمپاتیک بود، حلقوی هم پاراسمپاتیک. ماهیچه شعاعی حلقوی رو میبین. خب پس دونستیم که حلقوی و پاراسمپاتیک باعث تنگ شدن میشه و تو نور زیاد هم که ما تنگ شدن داریم. یه چیزی مگر نور زیاد و همچین واکنشی برای چی پاراسمپاتیک؟ بچه یاد باشه تو موقع واکنش و گریز و انگار گریز و فرار و اینا باید مردمکت باز بشه، یعنی سمپاتیک باعث گشاد شدن مردمک میشه و تنگ شدن مردمک کار پاراسمپاتیک. حالا برگردیم اینجا گزینه 3 رو نگاه کن. تحریک اعصاب پاراسمپاتیک برای انقباض ماهیچه های حلقوی عنبی، کاملا درست. اوکی؟ اما گفته چی؟ به منظور واضح دیدن اجسام نزدیک. وقتی میخوام نزدیک ببینم، آقا میخوام زوم کنم چی رو باید در نظر بگیرم؟ بچه این ماهیچه های مژگانی رو داریم میبینیم. ماهیچه های مژگانی دور تا دور عدسیت قرار گرفته. عدسی شما، عدسی که وجود داره در حالت عادی، چیه؟ معدبه، قطورتره. وقتی این ماهیچه ها منقبض بشن، این ماهیچه ها که منقبض بشن، ماهیچه های مژگانی رو دارم میگم، ماهیچه های مژگانی که منقبض بشن، این تارا چی میشن؟ شلوول میشن. این تارهای آویزی شلوول میشن. تارهای آویزی شلوول میشن. اون عدسی حالت تعدب بیشتری برش اتفاق میفته. پس ماهیچه مژگانی که انقباض داره، عدسی قطورتر میشه. نگاه کن این تارهای آویزی هم بچه ها، این هم که انگار ماهیچه مژگانی که دور تا دوره. خب پس برگردم سراغ تستم. گفته که آقا انقباض ماهیچه های جسم مژگانی برای زخیم شدن، بله. فقط یاد باشه تارهای آویزی هم اینجا چی میشن برای تستای بعدی؟ تارهای آویزی شلوول میشن. خب پس این گزینه هم که گزینه یه درستیه، با انقباض ماهیچه های جسم مژگانی تارا شلوول میشن، عدسی ما زخیم میشه. اینم گزینه درستی بود. اما بقیه گفته چی؟ الف، تولید ماده حساس به نور. بچه ها چه اتفاق میدید؟ خیلی کلمه داغونیه. تجزیه دیگه بهتون کمک هم کرده. خب این دوتا که درست بود. دال، ورود پیام های بینایی، به تالاموس ها قبل از رسیدن به لوب های پس سری. بچه ها مسیر اینجوریه که عصب بینایی که داره میاد، عصب بینایی میرسه به کجا؟ میرسه به تالاموس ها. یاد باشه به مغز میانی هم داره پیام میده، چون اینجا تو پردازش توی نکات شنوایی و بینایی هم نقش داشت. بعد تالاموس هم داره میره کجا؟ پس سری. پس اینم گزاره درستی. بذار چند تا نکته دیگه من راجع به این بگم که حواستون باشه بچه ها. پس یه چیزی که شد، ما گفتیم ماهیچه مژگانی انقباض، عدسی قطور، تارهای آویزی شل، برعکسش هم که هست. حالا حلقوی انقباض چی میشه؟ مردمک تنگ. و کی داشت این کار رو انجام میداد؟ پاراسمپاتیک. بعد اون یکی دیگه شعاعی، انقباض که پیدا کنه، مردمک چی میشه؟ گشاد میشه و سمپاتیک شما فعاله. پس حواست به اینا باشه. اینم یه جنبندی. و در نظر بگیر یه چیز خوشگلم بهت بگم، یاد باشه دلم نمیاد اینو نگم، این که بچه تو همه حالت خیلی بالا، اولا که همه ماهیچه های داخل کره چشم
تحت تاثیر اعصاب خود مختارن. گرفتی؟ تحت تاثیر اعصاب خود مختارن داخل کره چشم. بیرون کره چشم هم تو ارادی داری، تو تشریح چشم گاف که داره در میاره که چربی ها بین اون ماهیچه ها و کره چشم قرار گرفته بودن. اما یه چیز دیگه هم که باید در نظر بگیری، اینه که بچه ها الان سمپاتیک داره چیکار میکنه؟ داره باعث میشه که شعاع تو منقبض بشه و حلقوی تو منبسط بشه. یعنی یک سیستم عصبی داره باعث افسایش انقباض یک نوع ماهیچه که اینجا شعاعه و انبساط و کاهش انقباض ماهیچه حلقه بشه، یه حالت دوگانه داشته باشه. اینو کجا داری؟ یه مادی باحالی هم داری به نام هیستامین. بچه هیستامین رو تو ایمنی میخونی، این باعث میشه رگا گشاد بشن. پس مایچه انگار مایچه صاف رگا رو داشت کام کنه، شلو ول میکنه. ولی از اون ور توی بیماری آسپ که بیماری تنفسی ناجکار چیکار میکنه؟ منقبض میکنه. پس یک رفتار دوگانه برای مایچه ما داره، یه ماده به نام هیستامین یا اعصابی مثل سمپاتیک و پاراسمپاتیک. این نکته هم یادت باش. میرم سراغ تستای بعدی. تست شماره 75 کدام عبارت در ارتباط با دستگاه عصبی پلاناریا صحیحه؟ اول اینکه چند تا نکته جنبندی راجع به پلاناریا آوردم. از کرمای پهنه یاد باشه دیگه، میتونی راجع به هرمافرودیت و اینا هم صحبت کنی. غیر انگله مثل کرم پهنه کبد نیستا، آزادزی هم است. آبزی تشریف داره، داره دهان و حلق، تنفس پوستی داره، سامانه دفعی پروتونفریدیه، سلای شعله‌ای و مژگ داره. جانوری که همه یاختای بدن شما محیط بیرون دسترسی دارن مثل کرم پهن یا هیدرابشی میتونن گازها رو مستقیما تبادل کنن. دهان و مخرجش یکیه، تو حفره گوارشیش آنزیم داره، آنزیم ترشح میکنه، سلولاش اندوسیتوز میکنن، گوارش درون سلولی انجام میدن و واکل دفعی داره و این داستانا. اما بشه به دستگاه عصبیش، گفته دستگاه عصبی پلاناریا همانند برخلافا رو فعلا ولش کن. ببین راجع به پلاناریا درسته یا نه. داره تناب عصبی؟ بله. تازه دو تام داره، دو تا تناب عصبی داره و در مغز گره های عصبی وجود داره. بله دو تا داریم که میتونیم بگیم گره های عصبی. خودم بودم این درست نمیگرفتم، ولی مغز گره های عصبی وجود داره تو این. اوکی پلاناریا گفته همانند ملخ. ملخ هم بچه ها مغزشون داره گره های عصبی بود، آره، و تناب عصبی پشتی هم داشت، درسته؟ نه، تناب عصبی چی بود؟ شکمی بود، چون بی مهره است. ما کلن قلب ها مهره دارا، انگار قلب شکمیه، تناب عصبی پشتی، بی مهره ها برعکسش هم. پس این گزینه گزینه یه درستیه از نظر من. دو، گفتیم پلاناریا ولش کن. در طول تناب یا تناب های عصبی گره های عصبی وجود داره، اوکی؟ برخلاف ملخ، اول که گره عصبی رو در طولش نداریم دیگه، ولی تو ملخ داریم. پس این گزینه درستی نیست. سه، همانند هیدر تحریک هر نقطه در همه سطح بدن منتشر میشه. بچه این دستگاه عصبی مرکزی محیطی داره، پاسخ رو تو همه جا نمیده. پس این هم گزینه درستی نیست، ولی راجع به هیدر درسته. چهار، دارای تعداد زیادی جسم یاخته های عصبیه پلاناریا. دارای تعداد زیادی جسم یاخته عصبیه. بله، یه عالم نورون داره، یه عالم هم جسم یاخته‌ای داره. اما گفته برخلاف هیدر، خوب هیدر هم همینجوریه. پس این هم گزینه درستی نیست، همون گزینه یک. خب سال 76، چند مورد از گزاره های زیر، دوباره چند موردی در مورد بخش اصلی مغز انسان. بخش های اصلی بچه ها یادتونه که شامل مخ، قسمت مخچه و ساقه مغز بود. گفته که بیشتر حجم اونو میسازه کیه؟ مخ. اوکی؟ صحیحه. الف، در نمای فوقانی برخلاف نمای نیمرخ بزرگترین لوب آن مشاهده نمیشود. گفته برخلاف، بچه نگاه کن چی اصلا برخلافش رو داشت کن. تو نمای فوقانی بزرگترین لوب ما، بزرگترین لوب که میشه لوب چی؟ پیشانی، مشاهده نمی شود. چرا مشاهده میشه؟ چه فوقانی چه نیمرخ، بزرگه دیگه، بزرگترینه. پس این گزاره غلطی. ب،
داخلی ترین پرده مننج برخلاف خارجی ترین پرده مننج وارد شیارهای کم عمق سطحی قشرون میشه. بچه حالا توی این ویرایش کتابتون که اینا رو هم درست کرده و در نظر گرفته آقا داخلی ترین پرده مننج اون نازکه داخل شیارهای کم عمق میشه. داخلی ترین پرده مننج داخل شیارهای کم عمق سطحی قشرش میشه. اما خارجی ترین پرده مننج اون سخت، حالا داخل پرانتز بگم سخت شامه که وجود داره، وارد شیارهای کم عمق نمیشه. داخل اون شیار عمیقه میشه که حالا عکسش هم کتاب جدید تذکر کرده. پس داخلی ترین پرده مننج برخلاف خارجی ترین پرده مننج وارد شیارهای کم عمق میشه. جیم متشکل از دو نیم کره است. بله مخ دو تا نیم کره داره که هر یک به طور همزمان اطلاعات رو از همه بدن دریافت میکنه. بچه‌ها به طور هماهنگ داره چه نیم کره چپ چه نیم کره راست داره پیام‌های حسی رو میگیره و هر کدوم به تناسب خودش داره پاسخ حرکتی مناسب رو میده. حالا هر کدوم از نیم کره کار اختصاصی هم میکنن. این هم گزینه درستیه. دال بخش خارجی آن شامل اجتماع رشته‌های میلیندار سفید و بخش داخلی آن شامل جسمای یاخته‌ای و رشته‌های عصبیه، یعنی خاکستری. بچه‌ها کلاً مخ چه شکلی بود؟ مخ خارجیش و داخلی. خارجیش رو ما چی در نظر می‌گرفتیم؟ ما خارجیش رو تو شکل کتاب هم مشخصه، خاکستری و داخلی سفید. دقیقاً برعکس این. پس این گزاره غلطیه. تو نخا هم برعکسش بچه‌ها. پس این هم گزینه درستی نیست. به او جیم درسته که میشه گزینه یه دو. خب سال 77 در ساختار کره چشم گاو بخش باریکتر اولین محیط شفاف زنده، خب وقتی میگه زنده دیگه اشک رو نمیتونی در نظر بگیری، اولین محیط شفاف زنده که نور رو از آن عبور میکند، کل این تیکه میشه چی؟ میشه کلن قرنیه. اوکی بخش باریکتر به سمت فلان. بچه یاد باشه میگیم آقا چشم گاف اون قسمت قرنیه یک حالت تخم مرغی داره. وقتی یک حالت تخم مرغی داره یک قسمت باریک داره، یک قسمت باریک داره، یک قسمت پهن داره. بچه یادتون باشه معمولا چی گنده است که دارن عملش میکنن دیگه؟ بینی. پس بخش گندش، بخش پهنش به سمت بینی و سمت باریکش به سمت چی قرار داره؟ به سمت گوش. حالا چی خواسته از تو؟ گفته بخش باریکتر. قبول؟ بخش باریکتر دیگه میشه گوش. به سمت گوش قرار داره. حالا قسمت دوم. و هر مایع یا ماده شفاف. بچه یک مایع شفاف و یک ماده شفاف. یاد باشه از این دوتا که مایع شفاف تو زلالیه است و ماده شفاف زجاجی است که گفته. البته خب مایع هم یه نوع ماده است، یعنی از این نظر هم مشکل داره. ولی اگر بهت گفتن بخش شفاف ژله‌ای، میگی تو کتاب‌های درسی فقط زجاجیه، درسته؟ نه کاملا غلطه، فقطش غلطه. چرا؟ اه مگه شفاف ژله دیگه هم داریم؟ بله بچه ها، جدار لقاحی تخمک. جدار لقاحی تخمک. خب این که از این که با بخشی از لایه، خب من نگاه میکنم یا داخلی یا خارجی کره چشم که اتصال داشته باشه به صورت مداوم از مویرک ها ترشح میشه. بچه ها نگاه کن، الان با بخشی از لایه داخلی، لایه داخلیت میشه کی؟ میشه شبکیت. با شبکیه در تماسه به طور حتم به صورت مداوم از مویرک ها ترشح میشه. بچه ها راجب زلالیه درسته، اما راجب زجاجی همچین چیزی نداری. پس گزینه درست گزینه 4. اما بررسی کنم 4 رو هم. نگاه کن، گفته با بخشی از لایه خارجی کره چشم که هم میشه قرنیه هم میشه برای چی؟ صلبیه. به طور حتم مواد دفعی بخش شفاف لایه خارجی کره چشم رو که همون قرنیه هست چیکار میکنن؟ دریافت میکنن. بله زلالی همچین ویژگی رو دار. پس این گزینه هم میشه گزینه یه، این سال هم میشه گزینه یه 4. اما راجبه
کره چشم گاو یکم صحبت کنیم. اولا اینکه یاد باشه بافتی با توانایی ضربه گیری کیه چربی بین ماهیچی اسکلتین چربی ها بین ماهیچی اسکلتی و لایه خارجی چشم یعنی صلبی قرار داره. یعنی به ترتیب بخوام بگم اول من چیو دارم؟ ما ماهیچی اسکلتی داریم، بعد چربی، بعد صلبیه. قسمتی از لایه خارجی چشم برآمده است به شکل تخم مرغه، قرنیه به شکل تخم مرغه. اینا نکات جزوه است که آوردم توی تحلیل. با خروج بخشی که در تطابق نقش داره، چیه که در تطابق نقش داره؟ عدسی. حتما از شفافیت زلالیه کاسته میشه. چرا؟ چون با خروج انگار عدسی رنگدان ملانین مشیمی وارد زلالی میشه، سیاه میشه، تیره دیده میشه. لایه میانی چشم توی فعالیت تو به چشم به رنگ تیره دیده میشه. یه چیزی رو اینجا بگم بچه، یه شکلی هم داره کتاب درسید که راجع به لکه زرد و نقطه کوره، تو اونجا خب من از این استفاده کنم. تو اونجا بچه ها یاد باشه یه نکته رو بگم، تو همون انگار بررسی کره چشم، تو بررسی کره چشم به صورت به کمک دستگاه ویژه یه چیزی رو باید در نظر بگیری که آقا نقطه کور داری و لکه زرد. بچه خیلی باحالا، نقطه کور به رنگ زرد دیده میشه و لکه زرد به رنگ تیره. گول نخوری. نقطه کور به رنگ زرد دیده میشه اما لکه زرد به رنگ تیره. اگه بکنی دستگاه ویژه نگاه کن. اینم یادم رفت گفتم. ادامه این. حواستون باشه قسمتی از قرنیه که تو پایین چشم قرار داره به نقطه کور نزدیک تره. میبینی؟ بعضی از قسمت هایی که عدسی رو احاطه کردن، چی عدسی رو احاطه کردن؟ تارای آویزی، توانه انقباز ندارن. تارای آویزان توانه انقباز ندارن. چه گفتم؟ بعضی چون جسم مژگانی توانه انقباز داره و ماهیچه موجکی بچه غیر مستقیم بعد از اتصال دارن. ماهیچه های موجکی توسط این تارهای آویزی بعد از اتصال دارن. پس اگه بخوام بر نظر بگیرم این میشه تارها، اینا میشن، اینو که گفتم، اون شد تارها، این شد عدسی و این شد ماهیچه موجکی. اوکی؟ بعد تو چشم راست بخش باریک تو سمت راست قرار داره و قسمت پهن سمت چپ. چرا؟ تو چشم راست در نظر بگیر، گفتم چی گنده است؟ بینی. پس بخش پهنش به سمت بینی، بخش باریکتر به سمت راست. اینا رو که برات گفتم، نکات رو که اینجاز برمیبین. خب اما سوال 78، چند مورد از موارد ذکر شده عبارتی را به درستی تکمیل میکنم؟ بچه ها نگاه کن، گفته هر گیرنده حواس ویژه، یعنی دیگه انگار فشاری و نمیدونم فلان و فلان و بقیه چیزا رو نمیخواد در نظر بگیره و دارای زوائد رشته مانند. یعنی کی رو در اندام های حسی سر انسان کیا رو میخواد در نظر بگیره؟ یکی تعادلی، یکی شنوایی و یکی بویایی. که اینا یاختن، ما بویایی رو میدونیم که فقط نورون تغییر شکل یافته است. خب گفته یک، الف، دارای موجک هایی در تماس با ماده ژلاتینی می باشن. بچه ها نگاه کن، ماده ژلاتینی که می باشن الان اینا در تماس با ماده ژلاتینی هست؟ نه. دارای موجک هایی در تماس با ماده ژلاتینی کی اینجوریه؟ شنوایی و تعادلی. بویایی اینجوری نیست. توسط یاختای بافت پوشی آته میشن. شکلا رو نگاه کن، اینا که توسط بافت پوشی ها، نگاه کن اینجا، اینا رو نگاه کن، اون که چی تو این قسمت، اینا نگاه کن بافت پوششی آته شدن، اینا نگاه کن اینا بافت پوششی آته شدن. خب پس آقا توسط یاختای بافت پوشی آته میشن؟ بله. جیم، به دنبال اتصال با یک نوع ماده شیمیایی تحریک میشن. خب باشه، بویایی اینجوری دیگه، اینا که دارن حرکت مایع است، هیچی. دال، رشته های خارج شده از جسم یاخته آن برای ارسال پیام آکسون میباشند. رشته های خارج شده از جسم یاخته آن برای ارسال پیام آکسون میباشند. ما که میدونیم بویای اینجوریه، بقیهش اینجوری نیستن. بچه هم آکسون یه دونه است، اینم یادت باشه. گزینه دو تو به درستی تکمیل میکنم. آره، راجع به اینا دونه دونهشون بخوام بگم بچه، یه شکل خوشگل برات آوردم. من از این طرف قرار بگیرم که قشنگتر
ببینی اینا رو. نگاه کن، مولکول های بودار رو داری میبینی. یه مژک هایی داره این گیرنده بویایی تو که گفتم یک نورون تقرشگی یافته است. این گیرنده بویایی که ببینید جسم یاخته ای ها نزدیکترن به پایین دندریت های کوتاهتری دارن. دندریت های گیرنده بویایی که مژک هم دارن. بعد اینا بین یاخته های پوششی قرار میگیرن که یاخته های پوششی فراوان ترن تو شکل مشخصه. و یک سری یاخته دیگه هم داریم اینی. یه سری قدرت تشکننده موسیلن که باید روشن مطمئنن توی مجاری بینی اینو داری. آکسون هاشو میبینی که آکسون ها از بین انگار فضاهای استخوان جمجمه رد شدن، یعنی از بین استخوان های پهنی رد شدن که توانایی گلوبول سازی داره، گیرنده برای هورمون اریتروپویتین داره و غیره. اینا میان اولین سیناپسشون رو داخل پیاز بویایی میدن. پیاز بویایی میدن که اینا باز جسم یاخته ای دارن، یک عصب بویایی که منحصرا حسیه رو داره میفرسته به بقیه قسمت ها. بچه یاد باشه اینجا یه سری مژک داری و تو بقیه قسمت های مجرای تنفسی هم مژک داری، پس دو نوع مژک داری توی قسمت های بویایی. یاد باشه چشایار داری میبینی، چشایار داری میبینی که یاخت های پشتیبان رو میبینی که بیشتر از اونها اینا مژک دارن. یاخت های پشتیبان، بچه پشتیبان رو یا الان که دیگه نگهبان بگیم بهتره، نگهبان یا پشتیبان، که نگهبان یا پشتیبان رو شما توی قسمت های دیگه هم داری، مثلا نگهبان روزانه که هیچی اونا دیواره دارن، اینا همچی چیزی رو ندارن. پشتیبان رو تو عصبی هم داری. بازم شکل دارم میبینم اینجا بچه ها توی قسمت انگار شنوایی میبینیم که تعدادشون کمتره از یاختای پوششی. بله ماده ژلاتینی در تماس هم با قسمتی از مژک هاشون فقط و این پیام یک نورون حسی داره پیام رو میبره، این اتصال پیدا میکنه به نورون حسی و پیام رو داره میبره تو عصب شنوایی. این طرف من مجاری تعادلی دارم، میبینم که یاختای پوششی باز هم بیشترن، کل اون یاختاهایی که مژک دارن همشون در تماس با ماده ژلاتینی هن، اما در تماس با این مایه نیستن، چون یک مایه درون مجرا داری که مایه مستقیما با یاختای مژک دار در تماس نیست، ماده ژلاتینی در تماسه که اون مایه حرکت میکنن، ماده ژلاتینی رو حرکت میدن و اون انگار مژک ها خم میشن و پیام داره میره. اما سوال 79، کدام گزینه عبارت داده شده جمله زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟ هر ماده ژله‌ای، حواست به این باشه، گفته هر ماده ژله‌ای. ماده ژله‌ای، چه ماده ژله‌ای رو داریم؟ توی قسمت گوش داری، توی قسمت تعادلی داری و خود زجاجیه. در اندام‌های حسی رو گفته دیگه، تو اندام‌های حسی داریم، یعنی تو تخمک و بقیه جام، خب ماده ژله‌ای داری. یک انسان بالغ که جای خالی به تو راحت. ارتعاش یک، ارتعاش دریچه بیزی رو داره دریافت میکنه، این اون گوش با مژک های گیرنده شنوایی در تماسه. بچه وقتی ارتعاش دریچه بیزی رو داره دریافت میکنه، نگاه کن، ارتعاش رو داره دریافت میکنه، چه اتفاق میفته؟ این دریچه های بیزی که وجود داره با این مژک ها چیه؟ در تماس. اون ماده ژلاتینی داره دریافت میکنه که با مژک ها چیه؟ در تماس. خب یه اوکی. سوال بعدی، گزینه بعدی، در اثر تغییر موقعیت سر حرکت میکنه، تعادلی رو میخواد. وقتی که تغییر موقعیت سر رو داری، گفته در تمام طول بخش دهلیزی یافت نمیشود. نگاه کن باز، وقتی موقعیت تغییر موقعیت سر رو داری، حرکت سر به اطراف و جابجایی مایه، مایه که جابجا میشه، ماده ژلاتینی جابجا میشه، این مژک ها جابجا میشه که این مایه با این مژک ها در تماس نیست، در تمام طول بخش دهلیزی یافت میشن، یافت نمیشون. بله در تمام طولش که دیده اینا دیده نمیشن دیگه، هر ماده ژله‌ای تو بقیه قسمت‌ها دیده نمیشدن، یافت نمیشدن. 3، در بیماری‌های چشمی حجم بیشتر از حد معمول دارن. بچه‌ها من گزاری از دکتر نصری تقریبا فکر می‌کنم کنکور خودم سال 92 یادم هست، این که آقا میگفت راجع به یه جمله قشنگ، میگفت که پشتمان به دور هم بودن کوچکمان گرم است. چه برداشتی میتونم از این بکنم؟ بچه یاد باشه توی دوربینی پشتمان به دور هم بودن کوچک ما گرمه دیگه، پشتش گرمه به دور همیای کوچیکشون. توی دوربینی تصویر پشت با چی درستش کنم؟
عدسی همگرا و کره چشم چیه؟ کوچیک. حالا نگاه کن. پس الان تو دوربینی تصویر پشت میفته، کره چشم کوچیکه. تو نزدیک بینی هم دقیقاً برعکس همینه دیگه. یعنی تو نزدیک بینی عدسی واگرا درست میشه، تصویر جلو میفته و کره چشم بزرگه. وقتی میبینی حجم بیشتر یعنی چیه؟ یعنی برعکس اینه. یعنی نزدیک بینیه و کره چشمیه بزرگه. به طور حد ماده ژله به طور حد با رگ‌های خونی در تماس نیست. بچه‌ها نگاه کن، زجاجیه من، زجاجیه کلا با رگ‌های خونی در تماس نیست. اون رگی که داره از اون پشت داره میره در تماس نیست. چرا در تماس هست؟ اما چهار، بالایی گیرنده‌های حاوی ماده به حساس به نور در تماسه شبکیه. یعنی کی رو میخواد باز؟ زجاجیه رو میخواد. در حفظ شکل کروی چشم نقش داره. بله، زجاجیه در حفظ شکل کروی چشم نقش داره. پس انا گزینه ندرست، گزینه یه سه بود. پس بچه ها یه چیزی رو بگم راجب زجاجیه. ماده ژله‌ای و شفافه مثل جدار لقای تخمک، باعث حفظ شکل کروی چشم میشه، با شبکیه در تماسه، با عدسی در تماسه، درون چشم. حجم زجاجیه از زلالی چیه؟ بیشتره. عدسی را دقت کنی، از جلو با زلالیه و از پشت با زجاجیه در تماسه. زجاجیه چون جزء بافتای بدن، جزء خونیست دیگه، میتونه داره ماکروفاژ و دوراشخوار بقیه هم باش. خب اما سوال 80، هر بخشی از مغز که در جای خالی، سه تا جا خالی برات آورده، هر بخشی از جای خالی که در جای خالی نقشه میتواند جای خالی باشه. چمه جا خالی باید چیکار کنم؟ اولا که گفته هر بخشی از مغز که در حرکات بدن، کیاس، یکی خود مخ، یکی مخچه و یکی مغز میانی. گفته از دو نیم کره؟ آره قبوله، این مخ آره، مخچه آره، و اما مغز میانی اینجوری نیست، گزاره غلط. دو، گفته دستگاه عصبی مرکزی، هر بخشی از دستگاه عصبی مرکزی که در حافظه نقش داره. کیا تو حافظه نقش دارن؟ یکی مخ، یکی دستگاه لیمبیک و اون هیپوکمپی که وجود داره. پیام هایی رو از نهنجا دریافت میکنن. بله، داره از تالاموس پیام دریافت میکنه جفتشون. پس این گزاره درستیه. اما سوال سه، گزینه سه، هر بخشی از بصل و نخا که در توقف دم نقش داره، خب تحت تأثیر گیرنده‌های شیمیایی حساس به میزان CO2 قرار داشته. بچه‌ها دو تا چیز رو توقف دم نقش داره تو بصل و نخاع، هم قسمت بل، هم قسمت تنفسی که بخوایم در نظر بگیریم. اما کدومش تحت تأثیر گیرنده‌های شیمیایی حساس به میزان CO2؟ قسمت تنفس. بله، چه ربطی به این نداره. چهار، هر بخش از بخش حرکتی دستگاه عصبی محیطی، یعنی پیکری ما، خب و قسمت خودمختار که در فعالیت‌های غیر ارادی نقش داره، میتواند در انقباض عضلات تکثیری. بچه‌ها قسمت پیکری شما دیگه تو صاف نقشی نداره. البته بچه‌ها توی قسمت بنداره، تو پرانتز برات بگم، توی بنداره خارجی مخرج و قسمت داخلی مخرج، قسمت داخلی مخرج کتاب میگه اینا میتونه تسهیل یا مهار کنه مغز شما. یعنی شما میتونید به یک ماهیچه صاف هم اثر بذاری و تاثیرگذار باشی که توی ساعت طراح در نظر نگرفته. بچه اینجا هم که من راجع به قسمتی از ساقه مغز و کامل اینا رو براتون گفتم چه ویژگی هایی دارن تو قسمت مغز پینه‌ای و فلان و فلان و رابطه پینه‌ای و ساقه مغز و همه اینا رو براتون گفتم. خیلی ممنونم که توجه کردیم به این و ایشالله ما بقیه قسمت ها و تحلیل ها رو هم براتون میذاریم. مالا آیدی رو هم همکاران میذارن برای رفع اشکال های شبانم که همکاران من در خدمتون هستن. خیلی خوشحال شدم از اینکه دقت کردیم.